شما انقدر تو فضای بسته هستید آقای دکتر و مدیرانتون، شما نمیتونیم خدمت شما برسیم. ببینید آقای دکتر، شما تیمی رو آوردید تو تاریخ ایران باستانتون که داره ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا رو ترویج میکنه. ناسیونالیسم باستانگرا الان میدونید آلترناتیو آرمانگرایی انقلاب اسلامی است. شما تیمتون تیمیه که تیم خانلریه، تیم شاگردان. من نمیخوام اسم ببرم ولی اگه مجبور نمیخوام، واقعا اسمم نمیخوام رو اشخاص بحث کنم. تیمی که اونجا داره کتاب تاریخ ایران باستان مینویسه، همون روایت رسمی شاهنشاهی 2500 ساله در ستایش و تمجید از تاریخ به اصطلاح 2500 ساله، همون روایت جعلی آریایی. شما ذره ای تو نوشتهاتون اشاره نمی کنید که این روایت آریایی بیش از 80 ساله توسط خانم نانسی دمان، سارا پومری و خیلی دیگه نقد شده. هنوز به شیوهی که سر جان ملکم 1215 هجری قمری باب کرد و جریان ماسونی ناسیونالیستی تو ایران بستش داد، به اون شیوه دارید آریاگرایی میکنید، ستایش از ایدئال سازی از ایران باستان میکنید. من نمیگم تاریخ ایران باستان ننویسید، من میگم حقیقت رو بنویسید. درباره ایران با درباره کوروش هم حرف بزنید، حقیقت رو بنویسید، روشنگری کنید. اگه درباره کوروش حرف بزنید بگید هرودوت چه تصویری از کوروش ارائه داده. هرودوت کوروش رو یک جنگجوی متجاوز خونریز میدونه. هرودوت اون تصویر ایدئالی از کوروش رو نمیسازه، اما کتاب درسی شما ساخته. آقای دکتر شما به شیوه ناسیونالیستای باستانگرا و تئوریسیناشون، به شیوه زبیر الصفایی که تو همین کتاب هرمز رنگبور استاد نویدیدش، به شیوه اینا آقای دکتر شما اومدید از کوروش، از ایران باستان قهرمان سازی کردید. اینا ایدئال سازی مقابل اندیشه و آرمان‌های انقلابیه. اینا در واقع احیای ایدئولوژی رسمی رژیم شاه. ها استاد در این کتاب اومدن.